یه بار دیگه بگو. 100 دفعه گفتم، بازم بگو. نزدیکای چابهار یه آبادی کوچیکه با یه اسکله ماهیگیری نقلی. اون خودش جای ماهیگیری جا زده که بهش شک نکنه. الو صابرم، الان اومد. میدونم، مراقبم. رابطش کیه؟ هزار بار گفتم اون رابطی نداره. اون خودش هر وقت بخواد با همه تماس میگیره. برای همینه هم که تا الان نتونستین گیرش بندازین. یه باند جمع و جوری داره که هیچ کس از هیچ چیزش خبر نداره. فقط خودش میدونه که چیکار داره میکنه. اون یه وحشی خطرناکیه. خیلی بیرحمه. الو، پس چرا پلیس فرستاده اینجا؟ یعنی چی شما نفرستادین؟ پس اینا از کجا پیداشون شده؟ بکشینشون عقب، بکشینشون عقب، دارن کارو خراب میکنن. سلام. سلام. لطفا این جواز ماهیگیریتون رو بیاریم، با هم بریم پاسگاه. الان میام. به چی فکر میکنی؟ باید خیلی مواظب باشین. برای چی؟ وقتی سر کارت با یه همچین آدم میفته فرصت اشتباه کردن ندارین. پس به خاطر خودت هم شده، دعا کن که گیرش بندازیم. خب بهشون بیسیم بزنین. آخه الان چه وقت چک کردن جواز ماهیگیرا بود؟ اقلا بهشون هشدار بدین. خدا خودش رو هم کن. ببین چی میگم، همین الان را بیفتیم بیان اینجا، وگرنه از دستش میدیم. یالا دیگه بجم این تو رو خدا. لعنتی، بدشانسی آوردیم.
مواظب خودت باشی یا دخترم باشه. خب؟ فکرم بابک و رسوندین رو رفتی؟ نه ماشین رو گذاشتم تعمیرگاه به خاطر همین مقداری دیر شد. بابک مامانی موضوع به خودت باش دور میام دنبالت. خب؟ خدافظ. بابت زحمت های بابک واقعا شرمندم، به اون که خیلی خوش گذشت. مادرم میگفت حسابی تو سرکله هم دیگه میزدن. در هر حال خیلی لطف کردی. در مورد پیشنهاد من فکراتون رو کردی؟ بهتر بذاریم برای بعد. با اجازه. نه نه اجازه بدیم من میرسونمتون. قربان دختر الیاسی رو پیاده کرد بره شرکت. خسته نباشی. ممنون جناب سرنگ. قربان این دو تا نوارای 24 ساعته گذشته. دست درد نکنه. چابه ها؟ کی؟ خیلی خوب. سلام خانم الیاسی. سلام. قراردادی جدید حتما امروز پیگیری کن. چشم. فردا یه قرار با اتحادیه براتون گذاشتم. ساعت 9. بسیار خوب. آقای الیاسی اومدن؟ بله. تو اتاقشون. سلام. سلام. سلام دکتر. پدر میخوام راجع به یه مسئله مهم باهاتون صحبت کنم. چی شده؟ خیر باشه. خیره. چیزی شده؟ نه بگو چون عجله دارم باید برم جایی. آقای ملک همون حسابداری که قبلا راجبش باهات حرف زدم اون میخواد شما رو ببینه. ببین مهنا جان اگه میخوای دوباره ازدواج کنی آدمای پولدار به درد بخور زیادی هستن بهتر از اون که میگی. مثل دفعه قبل. آتیلا یه اشتباه بود هستم. یه اشتباه که شما بهش اصرار داشتیم. هرچند من احمقم تحت تاثیر رفتار موجهش تو شرکت قرار گرفتم. اصلا نمیخوام بهش فکر کنم. خدا رو شکر که مرد. باز میخوای شروع کنی؟ نه میخوام زودتر همه چی تموم شه. پدر من طاقت یه سری کاراتو واقعا ندارم. محمد جان من یه قولی بهت دادم قرار نیست گوش زد بکنی. حالا مطمئنی دوستش داری؟ به دردت میخوره؟ نه من 14 سالمه نه اون یه پسر بچه پدر. خیلی خوب شب که اومدم خونه در باش صحبت. خانم الیاسی از اتحادیه پشت خطم در باره جلسه فردا همینجا صحبت میکنی؟ نه بس کن اتاق.
اون یکی از بهترین مامورای من بود. جسدش رو تو سواحل چابهار پیدا کردن. دنبال یه قاچاقچی بین‌المللی بود به نام جاودانی. خدا رحمتش کنه. جاودانی 3 سال قبل همراه 2 نفر از زندان فرار کرد. یکیشون رو خوب می‌شناسی. آتیلا اسفندیاری. موقع خروج از مرز 2 تا همراهش تو ماشین سوختن. اما اون فرار کرد. آخرین بار ردش رو توی پاکستان زدیم. برای خودش باند را انداخته بود و قاچاق اسلحه میکرد. بوریایی؟ کوالالامپور، بانکوک، سئول، شانگهای و بالاخره توکیو. 1 سال تموم یاکوزاهای ژاپن رو به تنگ آورده بود. وقتی دید که ژاپن براش ناامنه، ناپدید شد. چند وقتی ردش رو گم کرده بودیم. تا سر از کویته پاکستان رو. میدونستیم نزدیک شدنش به ایران بی‌دلیل نیست. اما هیچ وقت پاشو تو ایران نذاشت. ما با پلیس اینترپل عملیاتی رو طراحی کردیم برای دستگیریش و آوردنش به ایران. اما اتفاق دیگه ما رو بهش نزدیک کرد. چه اتفاقی؟ ببین سرهنگ، وقتی یه محموله بزرگ مواد بدون هیچ ردی به اروپا میرسه، سرصدای زیادی به پا میکنه. ما تمام کسانی که میتونستن دستور عدم بازرسی محموله رو بدن تحت نظر گرفتیم. متاسفانه بعضیاشون با جاودانی در ارتباط بودن. چطوری باهاش آشنا شدی؟ پسرم توی هند درس میخوند. چند روزی بود که ازش خبری نداشتم. یه روز بهم زنگ زد و گفت هر کاری که جاودانی میگه باید انجام بدم. والا میکشنش. معموله اول که رد شد 20 میلیون تومان به حسابم ریختن. بعدش هم تهدیدم کردن که اگه همکاریمو باشون دادم ندادن مداره که این پرداختی رو میکنن. تو هم مزهش رفت زیر دندون تو ادامه دادی. این یارو جاودانی دقیقا چه کاری انجام میده؟ تو این 1 سالی که ازش بیخبریم کاسبی جدیدی رو انداخته. از قاچاق اسلحه گرفته تا انسان. محموله رو قبل از ورود به ایران لاک و مهر میکنه و تا اونور کشور بعد از مرز سلامتش رو تضمین میکنه. یه جور بیمه یا گارانتی. کار پرمنفعتیه. 20-30% ارزش محموله رو هم میگیره. کسی که همچین کاری میکنه یه ارتش داره یا کلی آدم با نفوذ که راه محموله رو براش باز میکنه. مسیر سبز. درسته هر دوشونو داشت. اما بعد از ماجرای پریروز همشونو گرفتیم. اون الان تنهاست با یه محموله بزرگ. بدون حمایت نمیتونه از کشور خارجشون کنه. شاید هنوز کسای دیگه باشن که شما خبر نداری. ما از همه چی خبر داریم جناب سرگو. اون میاد سراغ الیاسی. الیاسی آدم سنتی و محتاطه. برای بفرمایید. ممنون.
خانم چای میل داریم؟ بذار روی میزم. خانم جعفری، وقتی پدر برگشتونو بدین فوراً امضا کن. الان هستم. فکر کنم یه چیزی جا گذاشتم. پس بده خودم میبرم. پدر، نامه تمدید بارنامه رو باید امضا کنی، من فردا ببرم. چی جا گذاشته بودی؟ اینو جا گذاشتم. از اون دنیا. اون که مرده بود، چه بلایی سرتون آورده؟ مجبور شدم خودمو به پدرت معرفی کنم. آخه دومادشو فراموش کردم. خوب موندی؟ طلاق بهت ساخته؟ صبح نخواستم بهت بگم، شنیده بودم تو جنوب چند تا پلیس کشتن. گفتم فقط از جونوری مثل این همچین کشت و کشتاری برمیاد. فکر نمی کردم زنده باشه. پسرم کجاست؟ اون دیگه پسر تو نیست. نکنه براش بابای جدید پیدا کردی؟ با اون مرد چه کار نداشته باش، اون رو قاطی نکن. طرفت منم، من نیومدی انتقام بگیری. به اونم میرسیم، فعلا مسئله خانوادگیه. تنها خانواده‌ای که دارم، زن و بچه و پدر زن عزیز خائن. به چشم رو خائن و بیادب. خیلی پر روی یاد در من بزرگت کردم. فکر نمی کردم آدم کش بشی. خیلی خوب رئیس، یه چند وقتی این دور برا مهمونتونم. اگه ببینم کسی تعقیبم میکنه، دنبالم میاد یا از پنجره ای منو میپاد، میفهمم که یکی از اعضای خانوادم نتونسته جلو زبونشه بگیره. حالا هم میخوام بابک رو ببینم، همین الان. اجازه بدید من با گاراژ چک کنم. باشه باشه چشم، من پیگیری میکنم، خبرشو بهتون میدم. خواهش میکنم. خانم جعفری، لطفا به همه بگین زودتر امروز شرکت تعطیله، بفرمایید خونه. مشقاسم هم بره؟ بله به اونم بگیم بره. یعنی همین الان؟ بله گفتم همین الان، بفرمایید. چشم. این با ارزش‌ترین محموله آتیلا تا به امروزه. یه بار بزرگ مواد مخدر. نمیدونستم تو کار مبارزه با مواد مخدرم هستی. من هر جو که لازم باشه هستم جناب سرگول. امیر، ما مطمئنیم که آتیلا پیداش میشه. بالاخره یه خورده حسابی هم با پدرزن سابقش داره. موقعیت خوبیه که با الیاسی تسویه حساب کنه. هدف ما باند الیاسی، نه آتیلا. سرگرد، ما که کاری باهاشون نداشتیم، اینا اومدن سراغ ما. اینجا هم دست از سر من بر نمیدارن. آتیلا نباید بتونه کارشو تموم کنه، اکش و خارج بشه. مسئله امنیت ملیه، بازیچه کدورت من شما نیست جناب سرگرد. ما مدت هاست رو نقشه نفوذ سرگرد ملک تو زندگی الیاسی کار کردیم و داریم نتیجه میگیریم. نمیشه همه چی رو از بین برد. قادری جان، بذار با هم همکاری کنیم. بسیار خوب، نقشتون عملی کنیم. این کارو با دستور نمیشه جلو انداخت. خانم الیاسی شک میکنه. خب شکشو با...
لحظه صبر کن تا مامان برگرده. باشه؟ باشه. یه موثر این بچه کمشه خودت میدونی. آدم که بچه خودش اذیت نمیکنه. بابک جان. سلام بابا بزرگ. سلام بابا جان. همونجا پیش مامانت باش. منو میشناسی؟ نه. بابات کیه؟ بابام رفته پیش خدا. متاسفانه به مامانت رفتی. برو ببین کیه. دستم ول کن. نترس بابا جون. من اینجا. سلام. اینجا چیکار میکنین؟ حقیقتش نمیخواستم مزاحمتون بشم ولی تلفنتون رو جواب ندادین، نگران شدم. امرتون چی بود؟ چیزی شده؟ نه خوبم. با پدرتون صحبت کردین؟ هنوز فرصت نشده. یه مسافرت کاری طولانی برام پیش اومده، میخواستم قبل از اون تکلیفمو بدونم. فعلا که پدرم خیلی گرفتارن، براشون یه مشکلی پیش اومده، خیلی گیرن. ولی اینطوری من دیگه نمیتونم. خواهش میکنم آقای ملک بذاریم برای بعد. دستتون چی شده؟ چیز مهمی نیست، سر پدرم خود به در کتابخونه، همین. خب ببریمشون بیمارستان. نه خواهش میکنم. ممنون. یه زخم سطحی بود، خودم پانسمان کردم، حل شد. بفرمایین آقای ملک، من خودم باهاتون تماس میگیرم. پس فقط سریعتر لطفا. بله حتما، چشم. خداحافظ. خداحافظ. بابای غزل کیه؟ مامان غزلم بود. نه عزیزم. خوبه؟ مثل اینکه تو این مدتی که من نبودم اتفاقات زیادی افتاده. بچه رو که دیدی بهتر بذار اینا برن. نه پدر، بذار ببینم چه غلطی میخواد بکنه. وقتی شنیدم مردی تازه خیالمون راحت شد، داشتیم یه نفس راحت میکشیدی. چی شد اون عشق علاقه که به دست راست پدرت داشتی؟ تا افتاد زندان رهاش کردی. اون زمان فکر میکردم یه آدم حسابیی که داری شرکت بازرگانی پدرم رو اداره میکنی. آها، پس تو یک سال اول ازدواج آدم حسابی بودم، ولی پدرت هنوز آدم حسابیه. اون آدم نمیکشه. مهناز، بچه رو ببر خونه، خواهش میکنم. نترس، برای آدم حسابیتون اتفاقی نمیافته. بهش احتیاج دارم. خواهش میکنم. بریم بابک. سلام. چه خبر شده بوریایی؟ یه اتفاقاتی شرکت افتاده. مطمئنم سر و کله آتیلا پیدا شده. چیزی هم ثبت شده؟ نه، ولی به نظر میاد الیاسی تو شرکت یه درگیری داشته. دخترش هم خیلی به هم ریخته بود. با این حساب که شما میگین
الان باید یه نفر سومی تو شرکت الیاسی باشه. ولی ورودی ثبت نشده. رو دست خوردیم. ممکنه در مخفی وجود داشته باشه. من بعد دوباره فیلمای 24 ساعت گذشته رو چک کنم. چیکار کنی؟ فکر میکنم حق با امیره. بچه ها تو برده برو تمام بلوک زیر رو کن. تمام ساختمان های متصل به شرکت الیارسی رو بررسی کنی. چشم. با این خط با تماس میگیرم. 10 بار بهت گفتم. چرا تو مخت نمیره کله خر؟ نمیتونم، آدمشو ندارم. دست بردار رئیس. من ندونم تو کجا آدم داری. محموله من تا 3 روز دیگه باید از مرز رد بشه. خودت هم میدونی من تو کارهای بین المللی نیستم. دارم بهت فرصت میدم خیانتتو جبران کنی. حقت بود. خیانت؟ جواب خیانت؟ کدوم خیانت؟ اشتباه من این بود که بهت بها دادم و زیر پر بالت گرفتم. انتظار داشتیم تلفن زدم نگات میکردم که باند منو مال خود کنی. تو لیاقت گند شدن نداشتی آقا پسر. نه، ظاهرا انگار من بدهکار شدم نه تو. انگار یادت رفته حاضر شدی به خاطر اینکه جلوی پیشرفت دامادتو بگیری کل اون معامله و اون بزرگی رو لو دادی. باید ادب میشدی. هر موفقیتی تاوانی داره. 2 سال حبس کشیدم، تاوانشو دادم. باریکلا. الان هم داری ادای پدرهای مهربونی رو در میاری که کارهای خلافو کنار گذاشتن. آره؟ شاید برای دختر جالب باشه بدونه پدرش الان چی کار داره میکنه. اون میدونه که من فقط تو کارهای کوچیکم. بهش هم قول دادم که تا پایان امسال حسابم تسویه کنم، همه کارهای خلافم جمع کنم. پس هم دست باباش شده. اون داره فقط این شرکت بیچرخونه که هیچ کار خلافی توش نیست. اصلا دوست نداره جریان کار من قرار بگیره. همزیستی مسالمت آمیز. حالا گوش کن ببین چی دارم میگم. مواظب باش لفتش ندی. اگه این دفعه بخوای شاگردت تو ادب کنی تاوان سنگینی باید بدی رئیس. هنوز چیزایی برای از دست دادن داری. میدونم که عقلت هنوز خوب کار میکنه، برای همینم دفترتو عوض نکردی. ساختمان‌های کوچه پشتی رو چک کردیم. تقریبا یعنی چی؟ یه سری از خونه‌ها خالی‌ان. یا کسی جواب نمیده. ممکنه یکی از همونا باشه. فقط مواظب باشین. شاید آتیلا هنوز اونجا باشه. چشم قربان، چک می‌کنیم. می‌بخشید خانم. این ساختمون خالیه؟ نه خیر. منزل آقای بوریایی اینجاست؟ خونه کی؟ آها، پس اینجا شرکته. نه خیر آقا، اینجا خونه است. با کی کار؟ بالاخره معلوم شد شما دنبال خونه میگردید.
هدایت، هدایت سه؟ هدایت بگوشم، چه خبر؟ آتیلا همین الان جلوی چشم بود ولی یهو غیبش زد. تو مطمئنی؟ آره شک ندارم، خودش بود. یعنی در مخفی شرکت رو پیدا کردی؟ هنوز نه، ولی باید یکی از این سه تا ساختمونای وسط کوچه باشه، پیداش میکنه. هدایت یک. هدایت بگوشم. سوژه با سیگنال ژنگ از در مخفی خارج شد. شما همونجا باشین، به هدایت سه میگم تعقیبش کنه، احتمالا میره همون جایی که ما میخواییم. بوریایی آماده بشین تا شرکت خالیه وسایل استراخ سمون کار بذاری. چشم، همین الان. میخواییم برین تو دفترش؟ ما الان فقط میتونیم خط تلفنشو کنترل کنیم، ولی این کافی نیست. ما بعد هرچی تو اون دفتر میگم بشنویم. به چه قیمتی؟ الیاسی صبح تا شب تو دفترش، اگه بفهمه چیزی کار گذاشتین همه ای عملیات از دست میره. راه حل بهتری داری؟ من اجازه نمیدم سر خود عمل کنین، مسئولیت این عملیات هنوز با منه. تو یاد نمیگیری رو حرف موافقت حرف نزنی؟ دفعه قبل مجبور شدی محل خدمت تو عوض کنی، این دفعه کجا میخوای بری؟ تداخل این دوتا پرونده بد نبود که به یه سرنخ جدید رسیدیم. من اومدم قربان.
خسته نباشی. سلام آقا. سلام. این جنساری که پیچیدید محمول جای 12 کاری. خبری شده آقا؟ نه. به محمول هم بگو دیگه این طرف رو پیداش نشه فعلا. چشم رو محمول ها رو میشه بیاری؟ نه. تمامش کنی بعدا. نشه به در باشن. هدایت به گوشم. مورد شماره یک از محل خارج شده و حرکت کرد. بوریایی احتمالاً طرف داره بر میگرده. یه فرصت نیست، بیا بیرون. صدا مو شنیدی؟ ولی هنوز تمام اتاق پوشش ندادم. مهم نیست، بیا بیرون. اگه الیاسی برسه همه چی از دست میره. ممکنه کل عملیاتو به خطر بندازه. بوریای کارشو بلده. به گوشم بوریای، فوراً بیا بیرون. این چیزایی که باز کردم باید ببندم. بیا بیرون همین الان. اطاعت. Thank you.
صادق و جلال بمونن. آره بقیه هر چی داریم جمع کنن. طرف خیلی نگرانه. نه چیزی نشده. میخوام بعدش یه مدت افتو بینشین. همه جنسا رو چند وقت قایم کن. نه فعلا هیچی از کارگاه بیرون نره. منظورش از کارگاه همون جاییه که دیشب پیدا کردیم. دارن جمع و جور میکنن. بهتره بگیریمشون. اینجوری آتیلا و جنسا رو از دست میدیم. خب اینطوری همه چی رو از دست میدیم. نه تا اونجا که بتونیم صبر میکنیم. ولی من با نظر جناب سرهنگ موافقم. ما با این کار آتیلا رو تو شرایطی قرار میدیم که اشتباه کنه. اون وقت گیر میافته. از اون آرشگاه بیخودی که تو میری که خیلی میبخشید. منظور چیه؟ اون الان به الیاسی احتیاج داره. اگه الیاسی و باندش رو دستگیر کنیم اون دست تنها میشه و توی همچین مخمصه‌ای درصد اشتباهش میره بالا. خب اگه اشتباه نکرد چی؟ چاره دیگه ای نداره. اون جنسا مال آدمایی که به خاطر چند گرمش آدم میکشن. چه برسه به این محموله به این بزرگی. نه نمیتونم ریسک کنم. همون رای رو که شروع کردیم ادامه میدیم. رای شما خطرناکه. با یه اشتباه هر چی رشتیم پنبه میشه. و الان تو چنگمونه. حتی اگه نتونیم بگیریمش کاری کردیم که هیچ جا امنیت نداشته باشه. عملاً یه آدم مرده است. نه من مطمئنم که اون... گفتم نه. زیادی تحملت کردم. تو یه دقیقه بیرون باش من باش حرف بزنم. نه سرهنگ، جناب سرگرد دیگه توی این عملیات مسئولیتی ندارن. تموم شد. ولی شما نمیتونید. باید میدونی که میتونم. سرگرد ملک، بهت اخطار میکنم از این لحظه دوربر این عملیات به پلکی بازداشتت میکنم. سلام. چطوری بابایی؟ چی شد امروز زود اومدی؟ کارم زود تموم شد، گفتم بیام با دخترم برم گردش. حالا کجا میخوای بریم؟ کجا دوست داری بریم؟ بریم پارک. پارک؟ آره. سردت نمیشه؟ نه. باشه بریم. برای تو هم هست؟ بله. باش بیا. حیف شد بابک نمون. بله با خودم میابردیمش. خیلی بهمون خوش میگذشت. مگه نیومده بود مه؟ چرا اومده بود ولی مامانش زود اومد دنبالش رو بردش. سلام چیکار کردی؟ آره خوبه. نه فقط یه راننده لازم دارم. کی هست؟ حل سوال مال که نیست. نه ترس فروشو پیش میدم. یکی دوتا پایگاه تو راه لازم دارم. میخوام بچه های خودم موضوع معموله باشن. شاید طرف بخواد بزنه تو کوچه معموله و بزنه گردن ما یا پلیس. بگو برنامه شدید باشه. به همین شماره زنگ بزن. باید بهشون نزدیک بشیم. دورا دور ممکنه گمشون کنیم. دوباره تماس گرفت. الو منم. چیکار کردی؟ کی گفت همه جاده رو چک کنی؟ سه چهار تا کافیه. ببین پاسگاه پلیس راه، گشت نیروی انتظامی، گردنه، خروجی شهر، هر چی داره زودتر منتظرم. بهت خبر میدم. ظاهرا دارین خوب پیش میرین. چقدر شد؟
اوه یه دقیقه و نیم. بعد چقدر بشه؟ بعد بشه یه دقیقه. باشه. بود ببینم. بودو. بله. آماده ای؟ چند تا مسیر رو پایگاه جور کردن. لای مرزم آدم چه پیدا کردن؟ مطمئنه. یه ساکه سفید و توسی دستشه، اسمشم هاشمه. نشونیش چیه؟ قیافش تابلو پیداش میکنی. بگو جلو دکه پایین بیمارستان تو خیابون منتظر باشه ساعت 3 بعد از ظهر. همون بیمارستان نزدیک دفتر باشه؟ منطقه 2. نقشه‌شو بیا. سلام، کجایی؟ گمونم دارن آماده فرار میشن. تو از کجا فهمیدی؟ دختر الیاسی اومده زودتر بچه‌شو از مهد برده، چه معنی دیگه میتونه داشته باشه؟ خیلی خوب، حواسمون هست. فقط یادت باشه زیاد دور برای عملیات آفتابی نشی. دوستمون خیلی جدیه. منم همینطور. سرورد ملک اینجا چیکار میکنه؟ هدایت هدایت سه؟ هدایت هدایت سه؟ هدایت بگوشم. مستظر باشه جاب سرورد ملک به موقعیت منزل مظنون اومدن. بفرمایید دست گل سرگردتون تحویل بگیریم. رفته خونه مظنون. وقتی اومد بیرون بی سر صدا بازداشتش کنیم بیارنش اینجا. اونجا قربان؟ بله اینجا. امیدوارم برای این کارش دلیل موجهی داشته باشه. شما همیشه عادت دارین سرزده یه جایی میرین؟ تلفنتون رو جواب ندادین، نگران شدم. این سفر یه دفعه پیش اومد، تا آخر هفتم برمیگردم. چی شده؟ اون روز تو شرکت هم اصلا حالتون خوب نبود؟ چیزی نیست، هم مشکلاتی که برای پدرم تو شرکت پیش اومد. آها، به من اعتماد نداری؟ نه، اصلا موضوع اعتماد نیست. مشکل مالیه؟ نه. الو، کاپشن بابک هم بذارم؟ آره بذارش تو همون چمدون مشکیه. لااقل بذارین قبل از رفتن پدرتون رو ببینم. بابا بابا ببین بابا کینا میخوام برن خارج، ما باشون نمیریم؟ برگشتم که نداره. پس ما چی؟ من و غزل. خواهش میکنم آقای ملک، ازم نخواهین که توضیح بدم. چی شده؟ هیچ کاری از دست کسی بر نمیاد. ولی شاید من بتونم یه کاری بکنم. اصلا مسئله به این سادگیه که فکر میکنین نیست. من نگفتم ساده است. گفتم که نمیتونین. بذارین به حال خودم باشم. به هر حال تلفن من همیشه روشنه. غزل، جناب سرگرد اومد بیرون.
شما اینجا باش، من باش میرم. باشه، فقط من دخترمو ببرم خونه پیش مادرم بعد بریم. آتیلا خان بیا بالا. فکر کردم راننده با تجربه تری میفرسته. اختیار دارین، ما از 16 سالگی پشت قاور نشستیم. چاکر شما هاشم. البته بچه ها به میگن هاشم سیبیل. چه راننده لطیفی. یه سالی میشه که به خاطر دیکس کمرم تو دفتر میشینم. پس چرا تو رو فرستاده؟ آخه آقای الیاسی گفتن که کارتون فوری فوتیه، رو این حساب ما رو فرستادن. آخه میدونی روندن تو جاده خاکی اونم با سرعت بالا دست برمون میخواد که خوراک چاکرته. امیدوارم روندنت مثل زبونت نباشه. خیالتون راحت. بگو فاصله شون رو حفظ کنه. طرف خیلی هوشیاره. بله قربان. هدایت دو. هدایت دو بگوشم. خیلی مواظب باشین. فاصلتون حفظ کنین. مورد مراقبت بیشتری لازم داره. هدایت چهار هم پشت سرتون. بهتون ملحق میشه. دریافت شد. داشبورد باز کن. چشم. برشتم. پیشت باشه. بهت زنگ میزنم. جیمز باند بازیه دیگه. ایوه. خوشم اومد. از جاده قدیم میری. سرای شهریار، برو سمت قلعه حسن خان، بعد دوباره برو سمت راست. آتیل خان از اونجا به بعد چی؟ بهت زنگ میزنم. شما امر بفرمایید. رو تخ چشا بفهم اجاره سر کن. شما که بیشتر از من دلت برای این عملیات میسوخت، چرا میخواستی همه چی رو خراب کنی؟ میخواستم عملیاتو نجات بدم. آها، تنهایی؟ فعلا که همه افرادم برای شما کار میکنن. اون زن و بچه هیچ گناهی ندارن. میتونستم از این درگیری نجاتشون بدم. لازم نیست. شما تا پایان عملیات همینجا تحت نظر میمونید. اینجاست؟ آره، اون کامیون سبز است. ایول، دمت گرم. بهترین جایی که میشه چیزی رو قایم کرد جلو چشه. وایستا وقتی من رفتم برو سراغش. قبض پارکینگ و مدارکو که بهت دادم، بقیهش هم دیگه با خودت. هدایت دو مورد یک رو تعقیب میکنه، شما مورد سه رو تعقیب کنید. اطاعت قربان. منتظر خروج کامیونیم. بله. گوش کن دخترم، همین الان یه سر بیا شرکت کارم دارم. زیاد طول نمیکشه. من که هنوز وسایلمو کامل جمع نکردم. طول نمیکشه، یه سری اسناد و مدارک هست که باید با خودت ببری. نمیخوام دیر بشه. خیلی خوب باشه، الان راه میافتم. خدافظ. آسیه بله
خسته نباشین بچه‌ها. سلامت باشین. قادری آدم تازه کاری نیست، قبلا صابونش به تنم خورده. مشکلتون چیه؟ مالا 3-4 سال پیشه، موقعی که همسرم ازم جدا شد. همون موقع متهم شدم که مسائل شخصیمو زیادی تو کارم دخالت میدم. بهشون هشدار دادم، گوش نکردن. یه مومیایی تاریخی از کشور خارج شد، دیدم تو کارمون اختلاف نظر داریم، خودم منتقل کردم دایره مبارزه با مواد مخدر. بذار کارش رو بکنه، اینجوری پرونده ما به نتیجه میرسه. گرفتن آتیلا مساویه با گرفتن الیاسی و باندش. جناب سرگرد، چی شده؟ بچه ها تماس گرفتن، میان آتیلا رو گمش کردن. گمش کردن؟ قربان، کامیون داره توقف میکنه. بچه های تامین جاده رو چک کردن، تعقیب کننده ای نداره. با احتیاط نزدیک شو. اطاعت. چی شد؟ قربان ما در موقعیت هستیم. کامیون مشکوکه. بارشو بگردین. بوریایی همین کاری کرده. قربان کامیون خالیه. تو را که میومدم متوجه شدم کامیون سبکه، برای همین نگه داشتم. موبایلی که آتیلا بهم داده الان داره زنگ میخوره، باهاش صحبت میکنم، نتیجه رو بهتون میگم. امداد هوایی رو خبر کنید. قادری تمام بازهای عملیات رو بفرست جلوی کارگاه. یه نفرم نباید بیاد. یا ملاحظ خبر کنید، زود باشید. تمام بازهای هدایت رو رسید. شما چطور شده؟ گاهی وقت آدم افسوس روز رو دست رفتار میخوره، اون وقت میفهمه در حق آدم هایی که دوست داره کوتاهی کرده. پدر، ما نباید فرار کنیم. بعد چی کار کنیم؟ وایسیم ببینیم آتیلا چه بلایی سرمون میاره؟ من نمیخوام برم. تازه دلیلی برای موندن پیدا کردم. اون برگشته، آتیلا برگشته. چرا نمیفهمی؟ دیگه نمیخوام با ترس زندگی کنم پدر. من اگه خودم تنها بودم دلم به دریا میزد و کارو یک سره میکردم.
من همیشه تو کارم سعی کردم خون از دماغ کسی نیاد، ولی حالا دارم به کشتن فکر میکنم. با این حرفتون دارین منو میترسونین. نمیذارم شما رو ازم بگیره. کارش که با این محمولات همونشه میاد سراغمون، به هیچ کدوم رحم نمیکنه. شما باید برید. ما یه خونواده ایم، باید کنار هم باشیم. میخواستم بکشمش، بعد فکر کردم اگه تیرم خطا بره چی. اگه زنده بمونه اول میاد سراغ من، بعد تو، بعد بابا، بعد هر دوست و فامیلی که داریم، بعد هر کسی به ما یه بار سلام کرده یا کنارمون رد شده، همسایه‌هامون. پس چرا الان باهاش همکاری کردین؟ تنها راهی بود که میتونستم زمان بخرم. حالا که سرش به رد کردن اون محموله گرمه، وقت داریم درست فکر کنیم. پدر، به پلیس خبر بدین. چطوری؟ با کاری که توی مدت انجام دادم؟ 3 سال پیشم لوش دادم که حالا کارمون اینجوری شده. چقدر توی این 1 سال بهتون گفتم، چقدر حرص خوردم. فعلا باید شما را جلوش دور کنم. بگیر. پس خودت چی؟ من کار را سریس میکنم. 2-3 روزی به شما ملحق میشم. به ونکوور که رسیدید من میشه بیاد دنبالتون. برو، خواهش میکنم. هلیاسی داره فرار میکنه. نگران نباش، تو چنگمونه. باندش تو کارگاه موندن و منتظر دستورشن. آتیلا چی؟ اون الان فکر میکنه هلیاسی بهش خیانت کرده. اگه اینطور نبود برامون دام نمیذاشت. بجنب امیر، نباید این فرصت رو از دست داد. بله. بسیار خوب، با این وضعیت فکر میکنم موندن من اینجا ضرورتی نداره. سعید، بیا جانم سرگردو برسون. چشم قربان. هدایت 1. هدایت به گوشم. سوژه از دفترش خارج شد. تعقیبشون کنین. از هم جدا شدن. دخترش و بچه رو ببرین اداره. باید بازجویی بشن. اینجوری جاشون هم امن‌تره. بابت بودم.
سلام آقا. سلام. سلام آقا. همیشه جمع شده؟ چیزی نمونده. نصف جنسا رو بردیم، بقیه هم داریم جاساز می‌کنیم که ببریم. خیلی خوب، زود بشین، وقت زیادی نداریم. بجامی، بچا بجامی. سلام آقا. بلکن این صندلی رو. بیا. بینر جمع کن. چشم آقا. وقت نداریم، زود بشید. بله؟ می‌خواستی منو محموله رو یه جا تحویل بدی. آره رئیس. مثل 3 سال پیش. تو چرا نمیخوای بفهمی؟ بابا هاشم مطمئن ترین آدم من بود. پس پلیس از کجا پیداشون شد؟ من چه میدونم پلیس از کجا فهمیده؟ هر کاری گفته بودی انجام دادم. نمیدونم چطوری فهمیدم. قسم میخورم تو اوستای ما بودی. انتظار بیشتری داشتم، یه مرامی، یه معرفتی، ولی دیگه دیر شده رئیس. گوش کن، گوش کن، هر غلطی میخوای بکنی بکن. بس حرف آخرت اینه. حیف، حیف که جلو دستم نیستی، ولی نمیدونستم چجوری باید رفتار بکنم. چجوری؟ چی؟ نمیتونی زنده از اینجا بری. اون موقع تو نیستی که ببینی. چا اون کارتون بعد بره دفتر من، یادت باش. آره چیه دماغی؟ ماموریتمون که با موفقیت انجام شد، الان دیگه باید به فکر تهیه گزارشمون باشیم. ولی آتیلا هنوز آزاده. اون دیگه به قادری مربوطه. مثل اینکه نفهمیدی حالا دیگه یه مامور امنیتی نیستی. یه نگاه به این بچه‌ها بنداز، چند وقت دارن شبانه روز اینجا زحمت میکشن. شاید فکر کنی من آدم فرصت طلبیم، ولی من فقط دلم نمیخواد زحمت این بچه ها ضایع بشه. میتونی اینجا بشینی و قیافه بازنده ها رو بگیری. من این کار رو نمی کنم. این وسط هنوز یه برنده هست، اونم این بچه ها. نمیخوام کسی بردشون رو خراب کنه. بچه ها خسته نباشین، یه خود بجنبین بچه ها. میدونستم به این سادگی ها جان میزنی. داشتم پرونده 3 سال پیش آتیلا و الیاسی رو مرور میکردم. با پرونده مومیای اون سال هم همین کار کردی؟ اون موقع جوون بودم. اگه تجربه ی الان رو داشتم محال بود خودم رو منتقل کنم. تو که رفتی بوریایی اومد، عاشق کامپیوتر و تکنولوژی بود. اینی یه برادر دوستش داشتم. تا حد زیادی جای تو رو پر کرده بود. ازدواج کرده بود؟ تازه نامزد شده بودن.
جاش خیلی خالیه. چیه؟ به من نمیاد؟ یه چیزایی پیدا کردم که اون موقع نادیده گرفته بودم. برای من که همه چیزا دست دادم، هر نکته یه نقطه امیده. تو گزارش پلیس یه ابهام کوچیک وجود داره. در تاریخ 11 دی همون سال آتیلا و زن و بچهش برای یک روز ناپدید میشه. یعنی درست یه روز قبل از عملیات دستگیری آتیلا. چون عملیات هم موفقیت آمیز بوده، کسی گزارش ها رو کنترل نکرده. طبیعیه. باید با دختر الیاسی حرف بزنم. دارم گروه همو جمع میکنم. منتظر خبرتم. سلام. تسلیت میگم. بفهم. حقیقتش زمان زیادی نداریم. اینم میدونم که زمان مناسبی نیست برای مطرح کردن خیلی از مسائل، ولی فعلا مهم اینه که آتیلا داره فرار میکنه. تمام این مدت و دلت داشته به حماقت من میخندیدی. نه بفرمایین بشینین. اینجا شما رئیسین آقای پلیس. تازه بعد از 3 سال داشتم فکر میکردم میشه به یکی اعتماد کرد، ولی واقعا برات متاسفم. واقعا متاسفم که مجبوری به خاطر گذروندن زندگیت با احساس آدم رو بازی کنی. جوری نیست. سر فرصت براتون توضیح میدم. آها. بس مسئله کارته. با چند نفر دیگه این بازی رو کردی؟ چرا خودت اومدی؟ خیلی یکی دیگر جای خودت میفرستادی. چطوری دلت اومد؟ همش من ساده فکر میکردم که سابقه خانواده همون چجوری برای تو توضیح بدم. اون سابقه هیچ ربطی به تو نداره. ما میدونیم که تو کارهای پدرت نقشی نداشتی. ولی الان به اون افتخار میکنم، چون لااقل از کاری که تو کردی شرافتمندانه تره آقای پلیس. بد نیست بعضی از جملاتتو یادآوری کنم. منوس خانم، شما میتونی مادر خوبی برای بچه‌ام باشی. بابک و غزل این خواهر برادر میمونن. من شما رو به اندازه دنیا دوست. خانم الیاسی، شما فقط به عنوان یه مطلع اینجایی، بعدش هم آزادی میتونین برین خونتون. فقط به ما بگین 3 سال پیش یه روز قبل از دستگیری آتیلا کجا بودی؟ آدمای با شرف که خانواده‌شون رو لو نمیدن، اونم به قاتل پدرشون. آتیلا این کارو کرده. میخوای باور کن، میخوای نکن. اگه نمیخوای چیزی نگو. اما اطلاعات تو کمک زیادی میکرد که قاتل پدرتو دستگیر کنیم.
آزادی اون برای تو و بابکم خطرناکه. اون سال آتیلا منو بابک رو برد به یه روستایی نزدیک تهران، جایی که به دنیا اومده بود. مردم اونجا خیلی دوستش داشتن چون بهشون رسیده بود، خرج درمون خیلیشون رو داده بود، برای خیلی از جوانشون هم ماشین خریده بود که بیکار نباشن. اونا خیلی هواشو داشتن. فکر میکنم رفتیم اونجا که یه چیزایی رو چک کنه. قربان جام سرگل قادری. کجا این شما؟ تا نیم ساعت دیگه میرسم. همین دست مریضات گل کاشتی، خدا حفظت کنه. ممنون. خودش کجاست؟ فعلا که خبری ازش نیست. نیروهای کمکی تو رو هم باید اونجا رو تفتیش کنی. آقا پسر یا اسمت چیه؟ موسا. آتیلا رو میشناسی؟ دوستش هم داری؟ بلکلا. ببینم امروز اینجا ندیدیش؟ دیروز چی؟ اصلا تا حالا دیدیش؟ بله بابا من از اینجا ببر. چی شد عزیزم؟ چیزی نشده جانم سرگرد. گوش کن ببین چی میگم. من همونیم که دنبالش. کثافت عوضی. ساکت باش و گوش کن. فعلا دخترت حالش خوبه. صاحب معموله اگه خسارتش ندم میکشتم. جون من در ازای جون دخترت. دست بهش بزنی میکشمت. پلیس به در بخوری هستی. خیلی دوستشم ببینمت ولی دیدارمون میمونه به قیامت. دخترم کجاست؟ کجا باید بیام؟ قرار نیست تو بیای. پس چی؟ مهناز مبلغ رو که بهت میگم میدی مهناز بیاره. تنها این یه معامله شخصیه. نباید همکارات بوی ببره. رفته خونه مادرمو ترسونده و غزل رو به زور برده. من میدونم اون چه حیوونیه. میخواد من برم اونجا. پول براش در درجه دومه. باید حدس میزدم. این تنها راهیه که میتونست تو رو از اینجا ببره بیرون. موقعیت خطرناکیه. مطمئنی میخوای بری؟ من یه مادرم. پلیس که نیستم. حالا واقعا میخوای پول بهش بدی؟ اون کیف خالیه. میخوای غزل رو به کشتن بدی؟ قبل از اینکه اون بتونه کاری بکنه من رسیدم. هرچند اون فقط میخواد از من انتقام بگیره. نمیخواد بری. واقعا میخوای نرم؟ نمیتونم.
خودم رو دارم گول میزنم. فکر کردم یه لحظه داری به هم اهمیت میدی. کجا باید برم؟ الو، دلت برام تنگ شده بوده؟ کجا باید بیام؟ سر چهار را به پیچ براست تا آخر خیابون بیام، بعد دوباره بهت زنگ میزنم. ضمناً من دارم میبینم و بهتر به دوست پلیست خبر ندی، ولی خیلی برام بد میشه. سر چهار را به پیچ براست. معلومه دختره خیلی عزیزه. حالا برو بچه رو بیار. اونم میاره. بشین. گفتم بچه کجاست؟ بشین. خیلی دلت شوره بچه پلیس رو میزنه. به پدرم که رحم نکردی. لااقل به این بچه رحم کن. غزل و بابک عین خواهر برادر میمونه. دختر بلبل زبونی داره. خوش سلیقه‌ای. خیلی پستی. خدا رو شکر که همون سال اول زندگیمو شناختمت. تو که شوهر سابقتو میشناختی، چطور فکر کردی بعد از حکم اعدام میتونی طلاقتو بگیری و بری سراغ زندگیت؟ فکر اینجاشو نکرده بودی نه؟ به خدا میکشمت. خوش آمد. تازه داری میشی مثل من. حالم ازت به هم میخوره. پدرم باید میکشتت. تو رو هم باید بفرستم پیش پدرت. اون وقت شاید بابک مثل من آدم به درد بخوری بار بیاد.
دوران پدرت دیگه تموم شده. روشای اون قدیمی شده بود. ولی اینو نفهمید. تو با اون بچه چی کار کردی؟ نگران نباش، زنده است. اون پایینه. بالاخره یه نفر پیداش میکنه. همونطور که جنازه تو رو پیدا میکنه. تو دیوونه ای. مریضی. یه روانی بدبخت. نمیخواد ادای آدم خوبا رو در بیاری. طلاق غیابی میگیری؟ آره. اینجا دیگه آخر خط من از خانم. چشاتو ببند. نمیخوام وقتی میکشمت التماس رو تو چشات ببینم. چیزی نشو؟ نه خوبه. همینجا بمیم. غزل چیکار هم داری؟ من میخوام برم پیش بابا من میخوام برم پیش مامان بزرگ. بابا نه ترس بابایی، من اومدم با هم بریم پیش مامان بزرگ. بابات راست میگه، اگه بابای حرف گوش کنی باشی هر دوتون میرین خونه پیش مامان بزرگ. خفه شو آقا پلیسه، جلو بچه حرف زشت نمیزنن. خیلی پستی بابا جون. بابا بابا کمک، دست بهش بزنی میکشه. بابا 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 دخترم گریه نکن، من اینجام. از ساعتو بنداز، گفتم از ساعتو بنداز. بابا جون بابا. پس بابای غزل تویی؟ من هیچی امرام نیست. اسرتو بکشون بر بیسیم بزن به رفیقات، بگو دخترت چقدر برات عزیزه. بعد با هم دیگه از اینجا میریم بیرون. تا کجا میخوای ادامه بدی؟ بیسیم بزن. پشت ساختمونو خالی کنین، داریم میریم بیرون. هیچ کس نمه در نباشه. امین نگران نباش، کل ساختمون تحت محاصره است. همین که گفتم. عقب بکشون.
آقا بچشین. بیسیمه تو بنداز. خیلی خوب کچولو. تکون نخورن دستتو باز میکنم. با بابایی میریم بیرون. بالاخره قیامت رسید. ازت خوش آمد. آدم زرنگی هستی که تا اینجا اومدی و زنده موندی. قرار گذاشتن تو جایی که لو رفته و جلو چشمه جسارت میخواد. خونم پیشت میمونست خب؟ غزل رو برداریم دوتایی با همدیگه بریم بالا. موزه خواهد باش خواهد؟ امیر نزار فرار کنه. هنوز فرصت داری یا؟ انگار دیگه نمیخوای پسر تو ببینی. اون دیگه بچه من نیست. خودت که شنیدی دور تا دور ساختمون محاصره است. یکی از اینجا زنده بیرون میره. ولی اون یکی تو نیستی. الیاسی خدا بیامرزم همینو میگفت.
خانم، مهناز خانم، بابا مهناز خانم نفس نمی کشم، هرچی صداش کردم جوابمو نداد.